کدوم تام؟ تام شوهرت. میدونم از کی داری حرف میزنی. چرا با تام ازدواج کردی؟ نمیخوام راجع به تام حرف بزنم. یا عروسین خیلی غمگینم میکنه و من میخوام خوشحال باشم. اون وقتا دلت میخواست خوشحالم کنی. تو که دوستش نداشتی. لابد خیلی از خودت متشکر شدی که تونستی وارد زندگی من بشی، سوار ماشین سفیدم بشی، اون یونیفرم رومانتیک رو بپوشی که معلوم نشه تو کی هستی و از کجا اومدی، قلبمو با عشق نافرجامت بشکنی و اون وقت بری اون بر دریاها دنبال ماجراهات. تو نامم برات نوشته بودم بر میگردم. تو گفتی منتظرم میمونی. خیلی انتظار تو کشیدم. خیلی به هم نزدیک بودیم. تو نیه ما عشق و عاشقی. چرا باش ازدواج کردی؟ آقای تام بوکانان، پسر آقای تام بوکانان اهل شیکاگوی ایلینویس، با چنان سر و صدا و دنگ و فنگی وارد زندگی من شد که شهر لویویل هرگز به خاطر نداشت. همراه با 100 نفر سوار 4 واگن خصوصی راهن اومد خواستگاری من، یک طبقه کامل هتل میول بک رو اجاره کرد و با این چیزا منو به هیجان آورد. یک گردنبند مروارید بهت هدیه داد که 350,000 دلار میارزید. اینا رو حتما جوردان بیکر بهت گفته. خائن. خب دیگه چیا بهت گفته؟ ببینم، بهت نگفته که چطوری اون شب تو اتاق هتل سیامست کردم و مثل یه میمون شیشه مشروب تو دستم بود و نامه منم دست دیگه. قبل از اون هیچ وقت مشروب نخورده بودم. بهش گفتم چقدر از مشروب خوشم اومده. رفتم گردم بند 350,000 دلاری رو که قبلا انداخته بودم تو سطل خاک رو بکشیدمش بیرون و بهش گفتم بیا عزیز جون، بیا اینو ببر پایین و بده به اون آقایی که از شیکاگو اومده و بهش بگو که، یعنی به همشون بگو که دیزی عقیدش رو عوض کرده. و روز بعد ساعت 5 بدون اینکه ککت بگزه با تام بوکانان عروسی کردی. میدونی جردن چی کار کرد؟ وانو پر از آب سرد کرد و من انداخت با لباس توش. نمیتونستم جلوی گریم رو بگیرم، ولی نامه تو رو ول نمی کردم. نامه تو رو همینطور بهش چسبیده بودم و گریه می کردم تا اینکه توی وان خیس خورد و مثل برف آب شد. چرا؟ چرا منتظرم نشدی؟ برای اینکه دخترای پولدار زن پسرای فقیر نمیشن جای گتسبی. اینو نشنیده بودی؟ دخترای پولدار زن پسرای فقیر نمیشن.